به نام خداوند توانا، سلام و عرض ادب دارم حضور تک تک شما بیننده های خوب شبکه جهانی معراج. امید است که لباس عافیت بر تن داشته باشید و دور از گزند روزگار باشیم و شما را خوش آمدید میگم به دومین درس سواد آموزی از شبکه جهانی معراج. امید است که تا آخر بیننده برنامه سواد آموزی باشیم و همچنین شما نازنینان و بیننده های عزیز، درس روز گذشته هم حتما تمرین کرده باشیم و کارخانگی ها خود هم انجام داده باشیم تا که انشالله مشکلات سواد شما به زودی حل شه. ما در جلسه قبل روی انواع الف حروف کار کرده بودیم، یعنی الف بار خونده بودیم، الف بای کامل و الف بای نیمه. امروز میریم یک مروری درس گذشته میکنیم، باز با همدیگر درس جدید شروع میکنیم. درس ما و شما هست درس دوم یا درس دو. در درس قبل ما و شما الفبای کامل خونده بودیم. الفبای کامل چند تا بود شاگردای عزیز؟ 33 تا. از الف شروع میشد، به حرف یا ختم میشد. به نام چی یاد میکردیم؟ الفبای کامل. و کجای کلمه قرار میگرفت؟ به اخیر کلمه قرار میگرفت. چند تا دری بود؟ 4 تا دری بود. کدام کدام؟ پ، چ، ژ، گ. 29 تا دیگه عربی بود. موضوع بعدی که ما و شما در درس قبلی خوانده بودیم، حروفی داشتیم به نام الفبای نیمه یا شکسته. حروف نیمی ما و شما چند تا بود؟ 25 تا. از ب شروع می شد، به کجا ختم می شد؟ به حرف یا ختم می شد. این حروف نیمه به کجای کلمه قرار می گیری؟ هم به اول کلمه هم به وسط کلمه قرار می گیری. امروز با هم دیگر میریم حروفی رو می خونیم که اینا به جلسه قبل نیمه نمی شد. اینا رو ما به نام حروف جدا کننده یاد می کنیم یا حروف منفصل. حروف جدا کننده، حروف جدا کننده ما و شما در زبان دری شاگردان عزیز چند تایه؟ یاد شما باشه که 8 حرف ما و شما جدا کننده داریم. این 8 حرف ما و شما چیه؟ عبارت از حرف الف، حرف دال، حرف زال، حرف ری، حرف زی، حرف ژی، حرف و حرف همزه. ای 8 حرف به نام حروف جدا کننده یاد میکنیم. ای 8 حرف ما و شما خیلی مهم و خیلی گپ داره. اولا این 8 حرف باید از بر کنیم: الف، دال، زال، ر، ز، ژ و همزه. یک گپ به 8 حرف ما و شما اینه که اینو به هیچ وجه نیمه نمیشه. اگر قرار باشه هر کدوم از اینا ما و شما بیایم نیم کنیم یا نصف کنیم، چیزی خوانده نمیشه. این الف نیمه کردیم، دال نیمه میکنیم، ر نیمه میکنیم، ز، هر کدوم به این اساس ما و شما بیایم نیمه کنیم، چیزی خوانده نمیشه. پس بنابراین یکی از این گپ پا 8 حرف ما و شما اینه که اینو به هیچ وجه نیمه نمیشه: الف، دال، زال، ر، ز، ژ و همزه. بس بعدی چیه؟ ای 8 حرف ما و شما مانند حروف کامل یا حروف نیمه نیه که به اخیر کلمه تنها قرار گیری یا به اول و وسط قرار گیری. ای 8 حرف ما و شما یاد شما باشه که حد و مرز نداره، به این منظور که خودی هیچ حروف دیگری دوستی و رفاقت نداره. یعنی به اول کلمه هم استفاده میشه، به وسط کلمه هم استفاده میشه، به اخیر کلمه هم استفاده میشه. میایم اینا رو با هم مثال کار میکنیم. مثلا داریم اول کلمه، مثلا داریم اول کلمه مانند چی؟ اکبر، الله، احمد، احد و غیره. ببینیم الف به کجا قرار گرفت؟ به اول کلمه. وسط کلمه مثلا داریم ما و شما میدان. ببینیم الف بزی قسمت به کجا قرار گرفت؟ به وسط کلمه. بیاییم به اخیر کلمه، داریم کلمه خدا یا کلمه جدا. الف کجا قرار گرفت؟ به اخیر کلمه. بنابراین اول کلمه، وسط کلمه، اخیر کلمه. پس گپ دوم یش حرف ما و شما ای بود که اینا به اول هم استفاده می شد مانند اکبر، به وسط هم استفاده می شد مانند میدان، به اخیر هم استفاده می شد مانند چی؟ مانند خدا. می این مثال دیگه کار می کنیم به حرف دال. مثلا داریم ما و شما دوست، دوست، رفیق. ببینیم دال به کجا استفاده شد؟ به اول کلمه. مثلا داریم ما و شما پرداخت، پرداخت، پدر، پدران و غیره.
ببینیم دال کجا استفاده شد شاگردای عزیز؟ دال به وسط کلمه استفاده شد. داریم اخیر کلمه با او شما مانند دارد، هم به اول استفاده شد هم به اخیر استفاده شد. پس بنابراین ببینیم اول، وسط، اخیر هر سه جا استفاده شد. گفتیم این حروف ما و شما چندین گپ داره. یکی از این گپ پایی بود که نیمه نمیشد، که نیمه کنیم چیزی خوانده نمیشه. گپ دوم این بود که به اول و وسط و اخیر کلمه استفاده میشه. حالا میایم بحث سومی یا گپ سوم از این حروف رو با هم دیگر بحث میکنیم. بحث سومی از این حروف ما و شما چیه؟ کمی ساده تر بر شما میگم. این طرف ما و شما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام دست راست یاد میکنیم. راست، راست. و دیگه نام هم داره مانند چی؟ جلو، قبل، پیش، راست. و این طرف به نام چی یاد میکنیم؟ به نام سمت چپ یا دست چپ، یا بعد پس هم میتونیم بگیم. همین هشت حرف به خاطر داشته باشیم، حتما حتما اینو رو عبر کنیم. اگر به سمت راست از اینا، یعنی به جلو از اینا کدام حرف بود، چکار میشه؟ خودی از این حروف ما و شما وصل میشه، میچسبه. اینه می نویسیم وصل. اما بعد از این هشت حرف ما و شما به دست چپ اگر کدام حرف بود، وصل نمیشه، یعنی نمیچسبه، وصل نمیشود. چی قسم میگیم؟ با مثال واضح میسازیم. دوباره میگم، این طرف ما و شما به نام دست راست یاد میکنیم، جلو از او، طرف پس از اینه یا بعد از اینه به نام چی یاد میکنیم؟ سمت چپ یا دست چپ یاد میکنیم. اگر به سمت راست از یه حرف ما و شما، یعنی به جلو از یه حرف ما و شما کدام حرف بود، خودی از یه حرف وصل میشه، میچسبه. اما بعد از اینه یا به سمت چپ از یه حرف ما و شما هر حرفی باشه، وصل نمیشه. مثلا ما و شما الف رو میایم مثال میدیم. اینی از حرف الف ما و شما، ما به سمت راست حرف الف چی داریم؟ حرف میم داریم. اه، دال و ری هم بیایم اضافه کنیم، چی شد؟ مادر. اه، مادر وصل شد. میایم حرف بعدی ما و شما حرف چیه؟ حرف داله. اینی حرف دال ما و شما به طرف راست از یک پ اضافه میکنیم، بعد از این ری مینویسیم، چی میشه؟ پدر. حرف زال ما و شما، اینی حرف زال ما و شما به سمت راست از این میاییم، ما و شما چی اضافه میکنیم؟ یک حرف میم اضافه میکنیم، کاف و ری هم میدیم، مذکر. درست شد؟ هر حرف، مثلا حرف ری ما و شما، این حرف ری ما و شما میاییم به سمت راست از این حرف بی وصل میکنیم، الف و ری و دال هم میدیم، چی شد؟ برادر. بنابراین یکی دیگر از گپا از هش آواز ما و شما، هش حرف ما و شما ای بود که به سمت راست اگر کدام حرف باشه وصل میشه. ببینیم الف به سمت راست از چیه؟ میم. خودی از این وصل شد، شد مادر. حرف دال ما و شما به سمت راست چیه؟ پ. خودی دال وصل شد، شد پدر. حرف زال ما و شما به سمت راست چیه؟ میم. خودی زال وصل شد، شد مذکر. حرف ر ما و شما به سمت راست از ب وصل شد، شد برادر. حالا میایم سمت چپ یا دست چپ ما و شما با هم دیگر مورد بررسی قرار میدیم. همین هش حرف ما و شما، این حرف الف ما و شما، حرف دال ما و شما، حرف زال ما و شما، حرف ر، حرف ز، حرف بعدی کدوم حرف شاگردا؟ حرف ژ، حرف و و حرف حمزه. سمت چپ از این ما میایم همین میمر میاریم به این سمت، میتونیم وصل کنیم. خیلی اگرم بیاییم با هم دیگر وصل کنیم، این چی خونده میشه؟ لام. درست شد؟ پس الف خاصیت خود از دست داد، اینجاگا الف خوانده نمیشه، لام خوانده میشه. میایم حرف دال پر میاریم به زی سمت، این پر آورده به زی سمت، اگر بیاییم پر خود دال وصل کنم، میتونه خونده شاگردان؟ نه خیر، چیزی خوانده نمیشه، یک چیزی بیمفهومی شد. حرف زال هم همین قسمه، مثلا میمر میاریم به وصل میکنیم، چیزی خوانده نمیشه. حرف بر میاییم یا پایین وصل میکنیم یا به اول، بازم خوانده نمیشه. حرف مثلا سین یا حرف دالر میاریم ما و شما چیکار میکنیم؟ خود ری وصل میکنیم، خوانده نمیشه. حرف میم، هر کدام از اینا ما و شما بعد از اینا، یعنی به سمت چپ اگر کدام حرف قرار گیره، وصل نمیشه. این سه نکته حتما حتما شما باید یاد گیریم و از بر کنیم. یکی از این پایی بود که اینا نیمه نمیشد،
بس بعدی بود که به اول و وسط و آخر میامد، بس بعدی بود که به سمت راست اگر کدام حرف باشه وصل میشه، به سمت چپ به هیچ وجه وصل نمیشه. خب اینا رو با هم دیگر پاک میکنیم، یکی دو گپ دیگه هم داره، اینا رو هم با هم دیگر بس میکنیم. بس بعدی ما و شما اینه که ما چرا اینا رو به نام حروف جدا کننده میگیم، چرا به دیگه نام یاد نمیکنیم؟ ما و شما تا هنگام یک کلمه حروف به هم وصل میکنیم، میچسبونیم که از این اشهر هیچ کدام به هم هیچ کدام استفاده نشه. مثلا کلمه پیشتر ما و شما چی بود؟ مکتب بود. مکتب. ببینیم همه میم خود کاف وصله، کاف خود ت وصله، ت هم خود ب، همه به هم بچسبیده وصل شده. اما ما میخواییم بنویسیم کلمه دیگه، مثلا بنویسیم سواب. سواب، زمانی که سواب میخواییم بنویسیم، سر که نوشته کردیم ضرورت به ووه. هم که وو ما نوشتیم، چون وو از جمله حروف جدا کننده ما و شمانه، حرف بعدی را اجازه نمیده وصل شه، مجبوریم سوا بنویسیم. الف را سوا بنویسیم، بر سوا بنویسیم. سه واب مک تب، درست شد. مثلا کلمه دیگه داریم ما و شما، مسلمین. مسلمین. ببینیم تمام حروف به هم وصل شد. اما ما اینجا داریم بهار، به وصل میشه، هیدو چشم وصل میشه. اما اینجا ضرورت به چیه؟ ضرورت به الف. زمانی که الف نوشته کردیم، حرف غیر اجازه نمیده که به ای وصل شه. یا مثلا کلمه دیگه داریم ما و شما، برادر. ببینیم بر که نوشته کردیم، بعد از بی چون ر استفاده شده، الف خور بعد سوا بنویسیم، دال سوا، ر هم سوا. بهار، برادر. تا هنگام ما و شما کلمه رو به هم وصل میکنیم که از حروف جدا کننده هیچ کدام استفاده نشه. اگر هم یک حرف جدا کننده استفاده شد، بنابراین به هم وصل نمیشه. سوال بعدی که شاید به ذهن شما، بعضی از شما سوال خلق شه، اگر یک کلمه ما و شما داشته باشیم که از این 8 تا تشکیل شده باشه، اون موقع چیکار باید کرد؟ هیچ کدام به هم وصل نمیشه. مثلا داریم روز، ببینیم هیچ کدام وصل نشد. یا ما و شما مثلا داریم دا رد یا داود، هیچ کدام به هم وصل نمیشه. اگر یک حرف ب ما به سمت راست ردیشته باشیم، وصل میشه، میشه بروز میشه. پس بنابراین می موضوع جمع‌بندی میکنیم. حروف جدا کننده ما و شما 8 تا، اینا حتما حتما از بر کنیم. یک گپ ای بود که اینا نیمه نمیشد، گپ دوم ای بود که به اول و وسط و آخر استفاده میشد، گپ سوم ای بود که به طرف راست وصل میشد، طرف چپ وصل نمیشد. موضوعی بعدی تا هنگام ما یک کلمه به هم حروف میچسبونیم وصل میکنیم که از این 8 تا استفاده نشده باشه. اگر ما کلمه داشتیم که از این 8 تا تشکیل شده باشه، هیچ کدام به هم وصل نمیشه، مانند دارد، مانند روز. خب شاگردان عنایت عزیز، رسیدیم به پایان یکی دیگر از درس های سواد آموزی. امید است که تا آخر بیننده برنامه سواد آموزی بوده باشیم و همچنین از درسی که داده شده همچنین استفاده خوب کرده باشیم. کارخونگیر حتما حتما انجام میدیم و حتما ای حرف را از بر میکنه همراه با همون نکاتی که دیش. تا برنامه بعد، الله حافظ و نگهدار شما.